مرسی از حضورتون، مرسی که افتخار دادید و امروز در کنار ما هستید. خواهش میکنم. مرسی از شما و اینکه من رو دعوت کردید اینجا. سال نوتون رو تبریک میگم و باز هم تسلیت میگم از دست دادن یه آدم شریف از بین ما، واقعا خیلی چیز دردناکیه. درسته، واقعا چقدر تلخه. حالا اینکه ما خیلی از عزیزانمون، خیلی از هنرمندانی که طرف مردم ایستادن، فعال سیاسی اجتماعی، توی این یکی دو سال از دستشون دادیم. یعنی از اون ور همشون ماشاءالله نمیدونم خبرگان بالای 100 سال، از 100 خورده ای سال، ولی سر و مر گنده هیچ اتفاقی براشون رخ نمیده. ولی عزیزان ما خیلیشون 60، 70، 50، 40، حتی کمتر جوونا با سکته و با در واقع بیماری دیگه میرن، زن بزرگتران با سرطان، و احساس میکنم که فشارهای عصبی، این رنج مردم ایران، این رنجی که اونا حس میکنن و نفس میکشن هر شبی که عزیزی میخواد اعدام بشه، تا صبح قصه میخورن، هر آهنگی، هر شعری که بیرون میدن باهاش نفس میکشن، همه اینا به خدا من احساس میکنم توی روحیه اون هنرمند تأثیر داره و باعث خیلی از این سکته ها و سرطان ها همین مشکلات روحیه من احساس میکنم. امکان نداره. به هر حال ما خودمون رو جزئی از جامعه ایران میدونیم و هر یکی از ایرانی با شرافتی که کشته میشه واقعا دردناکه. برای هنرمندا احتمالا این بیشتر باشه، چون اونا با الهام گرفتن از اتفاقایی که توی محیطشون میفته حالا سعی میکنن هنرشون رو خلق کنن. شما البته بهتر میدونید و این خب دردش رو بیشتر میکنه. یه هرچی رنج بیشتری رو متوجه میشی، اون هنری که میتونی بسازی بهتره و رفته رفته اینا باعث تحلیل زودتر وجودت میشه. ولی خب آخوند جماعت اصلا این شکلی نیست. اون اومده که به مکه و خون مردم رو از خون مردم تغذیه کنه، اون به این راحتی جون نمیده. امیدوارم که حالا واقعا یا زودتر فوت کنند. واقعا مردم میگن ظالمی را خفته دیدم نیمروز، گفتم این فتنه است خوابش برده به. امیدوارم واقعا فوت کنند و مردم از شهرشون در امان باشند، یا اگه زنده میمونند به زودی در دادگاه های عادل محاکمه بشن. دادگاه عادل، نه ما نمیخوایم مثل نمیدونم اونها باشیم و دشمنمون رو اعدام کنیم، دشمنمون رو نمیدونم انتقام بگیریم. ما میخوایم عدالت برقرار بشه، چیزی که شخصا فکر کنم همه ماها به دنبالش هستیم. آره دقیقا این مفهوم عدالت انتقالی که جدیدا هم خیلی زیاد سرش بحث شده میشه، خیلی به نظر من مفهوم جذابیه و یه روشیه که دیگه آری از خشونته. یعنی امیدوارم یه روزی برسه که مردم ما بالاخره از این حجم خشونت خلاص بشن و بتونن با یه صلح بیشتری تصمیمشون رو بگیرن. درست. خب حالا بریم سراغ خودت دیگه، صحبت این آخونده و صحبت تلخ رو بذاریم کنار، صحبت الهه اجباری نازنین، دختر عزیز وطنمون که خیلی هم دوستش دارن. باور نمیشه توی این هفته که من خبررسانی کردم که میخوام باهات گفتگو کنم، کلی پیام دریافت کردم، همه خوشحال بودن که این هفته سراغ تو اومدی. خب من خیلی مهمان ها میان، خیلی هاشون از تو مشهورترن، نمیدونم بازیگران، نمیدونم خواننده های معروفن، ولی واقعا میگم اندازه یک سلبریتی، خیلی سلبریتی، من پیام دریافت کردم که خوشحال بودن با تو گفتگو میکنم و دوستت دارن مردم. خیلی ممنونم، مردم همیشه به من لطف دارم و عزیزم. عزیز، خب الهه اجباری رو من میشناسم کیه، چون بالاخره من هر مهمانی که دعوت میکنم قبلش مفصل راجبش تحقیق میکنم، ولی خب خیلی از مخاطبای توانا ممکنه نشناسن، ممکنه اطلاعات ناقصی داشته باشن، اطلاعاتی که از جاهای اشتباهی به دست اومده داشته باشن، یا بالاخره میگم بدونن و دوست دارن از زبون خود عزیزش بشنون. الهه اجباری یه دختر بلوچ و الان از ایران به اجبار خارج شده، این چی شد؟ الهه اجباری کی بود؟ چه کرد؟ و چرا در واقع این اتفاقات براش رقم خورد؟ خب این اصلا یه اتفاق مثلا یک روزه نیست، واقعا یه رمان طولانی از اتفاقای متعددی که برای من افتاد به عنوان یک دختر، از شروع میشه گفت از وقتی که به عنوان یک دختر من پذیرفته شدم توی خانواده خودم. من از اهل سیستان بلوچستانم و توی سیستان بلوچستان توی زابل بزرگ شدم، توی خانواده ترکیب سنی و شیعه و یه خانواده خیلی سنتی و مذهبی.
که هیچ کدوم از کارهایی که من میکردم و سوالی که من میپرسیدم براشون نه جالب بود نه اصلا باش کنار میمونه و بدترین برخورد ها رو میکردن. ببخشید گفته بودم تو صحبت یکی از صحبتایی که شده بود، یه صحبت سوالی که شده بود، شاید دوست دارم در باش صحبت کنیم. یکی از یه دختر عزیز اومده بود گفته بود که به الی بگید که آقا بگه که اینجا فقط مذهب مشکل ما نیست، بلکه سنت و اون مرد سالاری که جامعه رو احاطه کرده خیلی وقتا حتی از مذهب وحشتناکتره، و بعد با ترکیبش با مذهب و گاهی همسویش خیلی دیگه برای دختره هم نسل من، حالا اون یه مدار تو کوچیکتر بود، خیلی تحملش وحشتناک میشه. میگم دوست داشتم حالا اگه داری شرح زندگی تو میگی درباره این موضوع هم یه نقبی بزنی و صحبت کنی. حتما. ولی حالا من وقتی صحبت میکنم الان جدیدن راجع به بلوچستان بیشتر، خب من تا وقتی که داخل ایران بودم هم از سمت حکومت خیلی تهدید میشدم هم از سمت خانواده. الان که اومدم بیرون راحت تر صحبت میکنم و وقتی مثلا صحبت میکنم همه انگار بگم میگن ما درباره یه جزیره دور افتاده بیشتر اطلاعات داشتیم تا بلوچستان و اون اتفاقایی که داره اونجا میفته. خب با اینکه الان شاید یکی فکر کنه که توی الان دیگه امکان نداره یه همچین اتفاقایی بیفته، ولی واقعیتش اینه که توی یه جاهایی مثل بلوچستان یا یه جاهای محروم دیگه ای توی کردستان یا حتی اطراف تهران هم هنوز هستن که خانواده هایی که این اتفاقای خیلی وحشتناک رو برای بچه هاشون مخصوصا دختراشون رقم میزنن. مذهب فقط مسئله نبود اونجا، یعنی انقدر که از یه طرفی حکومت خب شیعه مرکزی تلاشش بر اینه که فشاری بیاره بر اهالی تسنن اونجا، هم این فشاره هست هم فشارهای سنته و هم ببینید من هر سال تو مدرسه هم اومدم، این مدرسه خیلی خوب درس میخوندم، ولی هر سال توی مدرسه ما یک سری مثلا بسیجی که توی دانشگاه تهران هم درس خونده بودن میومدن و مثلا به عنوان اینکه ما میایم اینجا کارهای ساخت و ساز میکنیم مسجد میسازیم و اینا که هیچ کدوم میشم آخرش انجام نمیدادن، هر سال داشتن هی روزه در گوش پدر مادر ما میخونن که وای چقدر شما فرهنگ خوبی دارین، چقدر خوبه که دختر رو زود ازدواج میدین، چقدر خوبه که دخترتون نمیان دانشگاه، دانشگاه چه خیلی جای وحشتناکیه، و یه جور کلاسای این مدلی هر سال برای ما میذاشتن از کجا، از تهران، از دانشگاهی که حالا من خودم بعد رفتم توش درس خوندم. و واقعا این حالا تا قبل از این مسئله که من به این آگاهی برسم من فکر میکردم همه اینا تقصیر مذهبه، تقصیر خانوادمه، تقصیر این چیزاست، ولی بعدن که حالا وارد تهران شدم، تونستم از خونه بیام تهران، فهمیدم که نه، اون یه حکومته، اون حکومت مرکزی تمام تلاشش رو میکنه که اون منطقه محروم بمونه. و این دوره هایی هم که برگزار میشه همه اینها فقط برای همینه که اون ساختار مردسالاری حفظ بشه تا مثلا به راحتی بتونن منابع بلوچ ها رو غارت بکنن و کسی هم صداش در نیاد دیگه، همچنان توایف توی اون منطقه درگیر مسائل ناموسی باشن، درگیر اینجور مسائل مذهبی باشن و کسی اصلا توجه نکنه به اینکه مثلا ما داره منابع مو غارت میشه، داره از بین میریم. و این خب چیزی نبود که من اون موقع درک کنم، خب من یک نوجوان خیلی تحت فشار بودم که از همه طرف برای من سوال میشد، خب من توی جای دنیا اومدم که شیعه و سنی با هم زندگی میکردن و خیلی وقتا اینا دعواشون میشد و برای من سوال میشد خب مگر اینا خداشون یکی نیست و چرا دعواشون میشه، و همین سوال من مثلا باعث میشد که خانواده من کلا به هم بریزن، من ببرم بشه جنگیر، بگن این جن کافر رفته تو وجودش، خیلی حالش بده و کلی مثلا اذیت و آزار این مدلی فقط به خاطر همچین سوالی. و در واقع حالا ببخشید من مثلا صحبتت میام، خب حالت گفتگو بگیره. ببین در واقع شاید مشکل ما در ایران اینه، در تمام دنیا خرافات هست، در تمام دنیا عقاید احمقانه هست، در تمام دنیا چنین چیزی وجود داره، در تمام دنیا خانواده‌هایی هستن که خب عقایدی دارن که ممکنه به واسطه‌شون بچه‌شون رو سرکوب کنن، همه این دنیا. ولی دو تا اتفاق وجود داره، یکی اولا قوانین خوب و برابری هست که در مثلا در کشوری مثل نروژ اگر تو عقیده احمقانه هم داشته باشی نمیتونی اون عقیده تو به بچه تحمیل کنی، نمیتونی سر دخترت رو ببری، نمیتونی خواهرت رو آزار بدی، یکی اون بخشه. دوم اینکه آموزش میبینن، یعنی وقتی آموزش باشه توسط
رسانه‌ای مثل حالا تلویزیون، رادیو، روزنامه ها، مجله ها، NGO ها آزاد باشن. نمیدونم به قول تو اون بسیجی هایی که میان به جاشون آدم های فرهنگی، آدم های در واقع کسایی که کار آمدن، روانشناسی خوندن و واقعا تعهد دارن، نه به جمهوری اسلامی بلکه به علمی که خوندن، تغییر میدن. یعنی انسان تغییر میکنه. من خودم بچه که بودم به واسطه دقیقا ما هم همون تربیتی که مثلا سالها نسلها شده بود، خب خیلی عقاید احمقانه مردسالار داشتم دیگه. آدم نباید انکار کنه. با کتاب خوندن، با دانش، با نمیدونم جاهای مختلفی که رفتم، آدمهای مختلفی که آشنا شدم، کم کم تو نوجوانی آشنا شدم با مباحث جدید و تغییر کردم. یعنی به قول تو اگر جمهوری اسلامی اونجاها رو بیاد آموزش بده، حتی به قول تو یه جایی مرا به خیر تو امید نیست، شر و رسال، اونا رو نفرسته که آموزش غلط بدن بلکه تقویت کنن اون وضعیت رو، و همچنین بیاد در واقع قوانین رو تغییر بده، قوانین برابری ثبت کنه، مطمئنا سیستان بلوچستان هم تغییر میکنه. مطمئنا خیلی از مناطقی که حالا الان مثلا در جنوب کشور دخترها رو ختنه میکنن. خب ما در نروژ هم دوستایی داشتیم، حالا بیشتر مهاجرایی که از مثلا آفریقا می اومدن و این کار انجام میدادن، اما اینجا قوانین بسیار سفت و سختی علیه مثلا ختنه زنان هست، برخورد میکنن و در کنار اونا آموزش میدن، فرهنگ سازی میکنن، اما در ایران اون اتفاق نمیفته. یه مثال زدم برای اینکه حالا مخاطبای ما، حالا نگیم ختنه، بگیم در واقع ناقص سازی اندام زنان. و جات بگو مسئله قانون که گفتی خیلی مسئله مهمیه. حالا من از تهران یه تصویر پرفکت داشتم که خب حالا میام تهران دیگه نجات پیدا میکنم، و در حدی مثلا اینجا برای من مهم بود که کلی اتفاقای اون رو به جون خریدم که حتی بعضیش مثلا برابر بود با از دست دادن جونم، ولی خب از اونجایی که به این باور داشتم که من فقط یک بار زندگی میکنم، همه اینها رو من کشیدم و کشیدم تا رسیدم بالاخره تهران و دانشگاه تهران و گفتم به به دیگه تموم شد، همه سختی ها خداحافظ. و گفتم خب دیگه تا حالا کسی کار نکرده تو این حوزه، بذار من شروع کنم. مثلا اولین کاری که شروع کردم با اساتید دانشگاه، دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران، به نوشتن یک متن و امضا جمع کردن راجع به قانون رشد بود. خب من زیر سن قانونی بودم، یه کوچولو زیر سن قانونی بودم، و اونجا تو دادگاه که رفتم، من یه ازدواج اجباری داشتم جو بگم داخل پرانتز، و خیلی به مشکلات زیادی خوردم توی روند دادگاه تا جدا بشم. یعنی قشنگ یه دو سه سال طول کشید و شروع کردم به مثلا تحقیق که حالا چه قوانینی وجود داره و چه کار میشه کرد. بعد فهمیدم که قانونی وجود داره، قانون رشد تو اینجور مناطق، مثل مناطق ما، که مثلا دختر زیر سن قانونی که باشه پدرش میاد به جاش امضا میده که من میدونم دخترم از نظر جسمی و جنسی توانایی ازدواج رو داره، پس میتونه ازدواج کنه. و خب این یکی از قوانین بود که به کمک این راحت دخترم تو سن قانونی ازدواج، زیر سن قانونی ازدواج کنن. خلاصه من اومدم یه همچین کاری کردم و حتی تا مجلس رفتم. اون موقع خانم خزعلی فکر کنم بود مسئول زنان، و با بدترین شکل ممکن با من رفتار شد. اونجا بود که انگار اون آب سردر رو من ریختن که فهمیدم نه، من از اون مسائل و مشکلات هیچ جا نرفته، هنوزم هم همینجاست. و شوخ در جواب من گفت این فرهنگ شماست و ما نمیتونیم تو چیزایی که مربوط به فرهنگ میشه دخالت بکنیم. دقیقا. متاسفانه حالا میگم این قضیه فرهنگ شماست و در واقع این فرهنگی که در تجاوز میکنه، فرهنگی که خشونت میورزه رو به رسمیت شناختن، این خیلی ترسناکه. آقا اصلا فرهنگ باشه، باید فرهنگ رو تغییر داد، فرهنگ غلط رو باید عوض کرد. این من نمیدونم چرا باید آدم به هر فرهنگی، به هر چیزی که از پیشینیان رسیده افتخار کنه. خیلی چیزا رو باید عوض کرد، کاملا موافقم باهات. ولی خب تو اومدی تهران، تلاشه مدنی تو کردی، تلاشه تغییر قانون تو کردی، به بنبست خوردی و احساس کردی که روزی که حالا مهسا امینی کشته شد، روزی که در واقع مردم تو خیابونا اومدن ایستادن و حقشون رو خواستن، تو احساس کردی حالا میتونی یه راه دیگه به نظر من اقدام کنی. اون روز هم یه اتفاقی تلخی افتاد. اگر دوست داری درباره اون روز که چه اتفاقی افتاد صحبت کنی، دوست نداریم نه. من دو بار دستگیر شدم تا حالا. یک بار مربوط به سال 99 بود که من اوین هم بودم، دو ماه رو توی اوین گذروندم، و خب اون نتیجه فعالیت قبلی بود که دیگه من از اونجا شروع کردم به نوشتن تو دانشگاه، صحبت کردن راجع به مسائلی که وجود میاد
و هم کارهای مدنی این مدلی کوچیک. و خب خودم هم خیلی درگیر بودم دیگه، من از طرف خانواده اصلا سپورت نمی‌شدم، باید کار میکردم، درس میخوندم حتما، و دیگه دانشگاه تهران سختگیری خودشو داشت. و از یه طرفی هم مثلا توی فعالیت های مدنی شرکت میکردم تا جایی که میتونستم، و همه اینها یعنی دست به دست داده بود از من یک آدمی ساخته بود که داشت پر از خشم میشد هر روز، پر از هر جا بره. مثلا یعنی یه دور رفتم معلم شدم، باز اونجا هم به من گیر دادن، چون من مثلا به دانش آموزا گفته بودم مرگ بر آمریکا، گفتن کار درستی نیست. و با اینکه یه مؤسسه خصوصی بود، یعنی بازم که یه مؤسسه خصوصی بود، باز هم اونقدر اختیار نداشت. و اینا خشم بود که من میدیدم برای شاگردام چه اتفاقی میفته، برای خودم چه اتفاقی میفته. و خب من همچنان خواهر داشتم توی سیستان و بلوچستان، و در تمام ذهن و فکرم اونجا بود که اتفاقایی که برای من افتاده برای اونو نیفته. و بعد وقتی که جنبش زن زندگی آزادی شروع شد، انگار که یک اون فاصله که بین مرکز بود تا بلوچستانی که من از توش اومده بودم، یعنی این چیزی که من فکر میکردم با خیلی از دخترای اون موقع من نمیتونستم هم دردی بکنم، یعنی من واقعا وارد خوابگاه که شده بودم، تو محیط خوابگاه که بودم، حس میکردم که هنوز اون چیزایی که من کشیدم و اتفاقی که برای من افتاده برای دختره مرکز نیفتاده، یا دختره که از شهر بزرگتر اومده بودن دانشگاه. اما وقتی این مسئله به وجود اومد که یک دختر بخاطر حجاب، یه چیزی که به نظر من اولین چیزی که انتخابی که یه آدم میتونه داشته باشه، کشته شد، انگار که این شد اون چیزی که همه ما زنان چه مرکز چه حاشیه رو دور هم جمع کرد، برای اینکه این خشممون رو نشون بدیم. و من توی اون دوره سعی کردم که برم توی اعتراضات شرکت بکنم، و خیلی هم برای من سخت بود. یعنی قبل از که به اعتراضات برسیم، گفتی 99 هم دستگیر شدی. 99 میدونی توسط چه ارگانی دستگیر شدی و در واقع 2 ماه نگه داشتن؟ توسط وزارت اطلاعات بود یا سپاه بود؟ وزارت اطلاعات سپاه بود. سپاه بود. بعد توی اوین بودی در واقع 2 ماه. 2 ماه بعد فقط به علت فعالیت مدنی، یعنی اون موقع حتی تظاهرات خیابونی هم نیومده بودی؟ ببین یه چیزایی که من موقعی که اصلا اینا آدرس من پیدا نکرده بودن و به من زنگ می‌زدن، من گفتم خب تا توی صنایع من چیزی نیاد من نمیام. حالا توی صنایع من که اومد، من اصلا حضوری رفتم که همون دم اوین جایی که میری بالا، که اومد گفت خانم اجباری، و گفتم بله من خانم اجباری، اونجا منو گرفتن تازه. بعد اونجا که رفتم دیدم که یک پرونده بزرگ من دارم از تک تک حرفایی که زدم جای مختلف، حتی تو فضای مجازی، عکسای من، حتی عکس شخصی که گذاشتم توی باشگاه، و برای همینا توضیح بنویس. دیگه شروع شد دیگه، بعدش هم که بندازن توی انفرادی و یه مدت سوال بازجویی و ازم بخوان که راجبه حالا دوستایی که داشتم خواهم صحبت کنم، چون اول اعتراضات که من خودم به شخص اعتراضات و تحسنی که خودم هم توی برگزاریش تونستم کمک بکنم، مربوط به اون باری بود که خیلی حکمای سنگین به بچه های دانشجو داده بودن، و خیلی فکرم سال 96 بود داره، و از اونجا اینا مثلا عکس بسیجی دوباره دانشگاه گرفته بودن و همه اینا مثلا مدارکی بود که باید من جواب پس میدادم راجبش. و حتی یادم که توهین به آقای سردار سلیمانی هم جزش بود، که من گفتم چه جالب ایشون هم اضافه شدن جز لیست تقدس شما. و آره اونجا بود که من رفتم. قاضی من هم بگم اسم قاضیمو، قضیه من آقای افشاری بود، و یه خاطره جالبی که من از ایشون دارم، من وارد اتاق شدم و برای ترسوندن من گفتش که بفرستم به سیستان بلوچستان تبعیدت کنم، پدرت در بیاد بفهمیدی که از این کار رو نکنی. و من جوری نگاش کردم، گفتم که چه جالب، شما پرونده من نخوندید، من از همون تبعیدگاهی که شما دارید میگید میام، 18 سال اونجا بزرگ شدم. یعنی حتی از جایی که من به دنیا میام به عنوان یه تبعیدگاه دارن استفاده میکنن، و خیلی اون هم یه اتفاق خیلی عجیبی بود، چون من اولین باری بود، یعنی اولین زن بلوچی بودم که میرفتم اونجا، و برای همه اونها یه چیز عجیب بود که یه زن بلوچ اینجا توی اوینه. درسته.
در واقع تعریف کردی که اومدی خوابگاه و با بچه شهر دیگه آشنا شدی و حالا یه جوری به نظر من به یه درک بالاتری رسیدی که ما درست شکل رنج هایی که میکشیم ممکنه متفاوت باشه، اما یه رنج و درد مشترکی داریم که به قبیله و شهر و قوم و به همین حتی به جنسیتمون بر نمیگرده. یه رنجیه که جمهوری اسلامی داره به تمام مردم وارد میکنه و مردم کشورش از حقوق اولیه انسانی، در واقع حقوق انسانی ازشون گرفته، محروم کرده و چیزهایی که برای خیلی کشور دیگه چیز اولیه است، چیز ساده ای است، اصلا براشون حل شده است. ما براش باید بجنگیم، باید تو خانواده هامون بجنگیم، دانشگاه هامون بجنگیم، بعدش تو بعد ازدواج بجنگیم، همه جا باید بجنگیم. و حالا برای یه کسی که مثلا اقلیت جنسی باشه، زن باشه، نمیدونم شهرهای در واقع دور از مرکز باشه، این رنج ها ممکنه بیشتر باشه، حدت بیشتری، شدت بیشتری، اما هست. یعنی من بهت بگم با بچه های ساکن شمال شهر تهران هم صحبت میکنم و اونها هم دردهایی دارن، اونها هم رنجایی دارن. یعنی از خونه که خارج میشن و در یک کشوری سر کار که میرن، در واقع مشکلاتی که براشون سر کار به وجود میاد بالاخره قوانین ایران دیگه، ازدواج که میکنن با قوانین ایران بعد ازدواج کنن دیگه. یعنی اونها هم رنج، حالا ممکنه لحاظ اقتصادی تامین باشن، ممکنه پدر و مادر مثلا یه فشارهایی رو کمتر بهشون بیارن اونجا. یه مقدار میگم حالا تو بالاخره احساس کردی که یه دختری هم از کردستان، انگار که شماها همتون یه نفرید، انگار رنج مشترکی. اون به جرم حجاب کشته شد، خیلی تو خیابون جلوی گلوله وایستادن، از طبقه های مختلف اجتماعی، از سن های مختلف، تو هم جزءشونی و رفتی خیابون و بچه شد. آره، من اونجا اصلا صحنه های خیلی وحشتناکی رو میدیدم، از چون واقعا من از سال 96 که من توی اعتراضات به صورت جدی شرکت میکردم، شکلهای مختلفی رو از مثلا برخورد جمهوری اسلامی با مردم رو دیده بودم، اما توی زن زندگی آزادی انگار که تمام سگهای وحشیش جمهوری اسلامی ول کرده بود که بیان تو خیابون. یعنی شما تشخیص نمیدادی، همه با لباسهای شخصی بودن، ولی فقط از این که یک سری آدمن که هیکلای خیلی درشتی دارن و مثلا به نظر میاد جز لاتای مثلا پایین شهرن، میدونستی که اینها قطعا اومدن که تو رو بزنن و اینا همشون میزدن. و حالا از همبستگی توی اعتراضات بگم، یه پسری با موتور سر کارگر شمالی وایساده بود، سیگار روشن کرد و هر کی رد میشد مثلا میزد تو چشش که اون اثر دود از چشش بره. و من یه دختری رو دیدم که اینا داشتن کتک میزدن و خیلی دیگه نتونستم جلو خودم بیارم، گفتم داری چی کار میکنی؟ اومدم جلو طرف وایسادم که اون هم با باتومش به من زد و یه آقا پسری اومد و گفت مثلا ای آب اینجا چی کار میکنی؟ چرا نمیای خونه؟ قبل از اینکه ون بیاد و منو ببره، این اومد و مثلا نقش برادر منو بازی کرد و اومد زیر دست منو گرفت، که اون آقایی هم که اونجا بود برگشت گفتش که این خواهر جندت رو جمع کن با این لباس و مثلا این مدلی که داری، که دیگه اونم گفتش باشه باشه چشم و منو برد توی یکی از کوچه ها. من اونجا گرفته نشدم، ولی خب حدسم اینه که احتمالا از اونجا شناسایی شدم و به خاطر حالا اون بک‌گراندی که داشتم. اما اون موقع که من رو گرفتن روزی بود که من کلاسم تموم شده بود، من توی یکی از مؤسسات زبان درس میدادم، کلاسم تموم شده بود، باز هم اعتراضات بود، توی تهران پارس بود و توی تهران پارس یکی از محله هایی که خیلی اعتراضات قوی بود اونجا، من اونجا درس میدادم. خب قطعا هم شاگردامو تشویق میکردم و صحبت میکردیم راجع به این مسائل. خلاصه من آخرین کلاس که برگزار شده بود کام از که 11 شب بود و من داشتم برمیگشتم از مؤسسه و توی کوچه بودم که به متروی تهران پارس میخورم و اونجا بود که دو نفر من رو از پشت گرفتن. یعنی اونجا شروع این بود که منو دستگیر کردن، ولی خب به شکل کاملا وحشیانه بود، یعنی مثلا متوجه نشدم چه خبره. من رو 4 روز نگه داشتن اونجا و 4 روز شکنجه بود، یعنی شکنجه های جسمانی و سوال بپرسن که ارتباط شما با عبدالحمید چیه، شما مثلا ایده های توهمی که دارن دیگه، شما از اینجا اعتراضات بلوچستان. خب اون موقع هم اعتراضات بلوچستان خیلی گور گرفته بود و من دوتا کار داشتم میکردم، یکی این بود که یک کسب و کاری رو انداخته بودم که زنای بلوچ داشتن ادارهش میکردن، اما بعد از جمعه خونی من تصمیم گرفتم که اداره این کسب و کار بودم به زمانی که مثلا همسرشون رو از دست دادن
این یکی از برنامه‌ای بود که داشتم، و یه کار دیگه هم بود که دارو ببرم، چون اون موقع توی بلوچستان حتی مثلا داروهای خیلی ساده و ابتدایی هم اصلا پیدا نمیشد توی بلوچستان. و فردای اون روز من قرار بود که برم و این داروها رو من برسونم بلوچستان، که اینا منو گرفتن و 4 روز من اونجا بودم، توی یه خانه امن بودم و خب اتفاقی اصلا خوبی نیفتاد. و بعد از اون دوستای من خبر رو رسانه ای کردم، اولین بار بود که خبر من داشت رسانه می شد، و اتفاقا توانا هم خیلی کمک کرده بود توی رسانه ای کردن این خبر. و بعدش من رو آزاد کردن، آزاد کردن اینکه توی یکی از کوچه های مربوط به تهران پارس ول کردن، و دیگه بعدش باز تهدیدها شروع شد که دهنتو میبندی، به کسی نمیگی چه اتفاقی افتاده، هیچ کاری نمیکنی. و خب خیلی دیگه فشار را بیشتر شد، و اونجا بود که دیگه من مجبور شدم از ایران بیام بیرون. کاملا درک میکنم، کاملا حست میکنم و حق داری، یعنی به خاطر اینکه گاهی آدم احساس میکنه که اصلا دیگه نمیتونه کاری بکنه، حالا غیر از اینکه خودش از لحاظ روحی جسمی داره نابود میشه و اگر نابود بشیم نمیتونیم فعالیت بکنیم و باید جدا بشه از اون فضا، یه تروماهایی که اصلا آدم رو یه لحظه تنها نمیگذاره، علاوه بر اون اصلا انقدر دست و پای آدم میبندن و آدم تحت نظره که نمیتونی فعالیت کنی و بعد تازه میترسی که برای دیگران مشکلی درست کنی، یعنی مثلا با فعالیتات چون خودت زیر نظری و هر کسی که زنگ بزنی اون بنده خدا هم مثلا میره زیر نظر، مثال میزنم، و تو خارج شدی، الان خوشبختانه میبینم که تو این مدتی هم که از ایران خارج شدی به فعالیتات ادامه میدی، قطع نشده، به قول خیلی ها نیومدی خارج برای عشق و حال و شادی و شور، اومدی که اون مسیر برابری و آزادی که آغاز کرده بود در ایران ادامه بدی. آیا در واقع در فعالیتات بعد از خروج از ایران هم دوست داری صحبت کنی یا نه؟ من قبلا هم اشاره کردم، خیلی برای من توی ایران فعالیت کردن به صورت علنی سخت بود همیشه. من موقعی که گرفتم، منو گرفتن، اولین بار گرفتن، اصلا هیچ کس دنبال من نیومد. یعنی شاید اینجوری بود که خوشحال هم شدن خانواده من، و بازجوی مثلا موقعی که منو کتک میزد و مثلا آزار میداد، میگفتش که تو که حتی واسه خانواده هم مهم نیستی، ما همینجا هم بکشیمت، هیچ کس نمیاد دنبالت. و خب واقعیتش اینه که راستم میگفت، برای کسی مهم نبود. و من تنها شانسی که اونجا آوردم این بود که حالا مثلا تو اون سال حکم ها رو انگار جمهوری اسلامی می خرید، دوباره باز پول نیاز داشت و خورد به اونو. من 2 ماهی رو توی زندان بودم، این تطابق خورد این دوتا با هم دیگه و من آزاد شدم. اگه مثلا اون اتفاق نمی افتاد، خب من همونجا میموندم و خیلی هم نمیتونستم رسانه ایم به اون شکل بکنم، چون باز هم میگم خواهرای من تو اون دوره خیلی شرایط خوبی نداشتن که من بتونم، این فشار زیادی روی اونا میومد و گذشت. اما وقتی که این اتفاق دوم افتاد، دیگه من واقعا اینجوری بودم که داشتم قضیه اولو فراموش میکردم، و این قضیه دوم انگار یه تلنگری بود که من الان قطعا خودم میکشم. نه میفهمم، ببین یعنی حق داری کامل، خب و واقعا یادآوری اون خاطرات هم، من خودم ببین الان من از زندان که بودم تقریبا از آخرین باری که زندان بودم تقریبا 11 سال گذشته، خب از آخرین بارش، خب تازه مثلا بقیهش بیشتر گذشته، ولی هنوز توی نروژ بعد از صدها بار صحبت کردن وقتی میخوام صحبت کنم پرت میشم به اون روزا، به اون اتفاقات، به اون شکنجه ها، به اون چیزایی که دوست ندارم راجبشون صحبت کنم و حالم بد میشه و یه لحظه اصلا میستم، یه لحظه هنگ میکنم، دقیقا میفهمم، کاملا درکت میکنم و امیدوارم امروز یه در واقع فضایی، یه آرامشی، یه امنیتی رو تجربه کنی تا بتونی روی در واقع با اون تروما کنار بیای، چون نمیشه فراموشش کرد، همیشه باهات خواهد بود، فقط میشه باهاش کنار اومد، میشه باهاش زندگی کرد و با جنگیدن، با روز خوبی که قراره بیاد در واقع به آرامش رسید. من حالا یه سوال دیگه ازت دارم، حالا شاید میگم اگه دوست نداری بازم میتونی صحبت نکنی، میخواستم بگم که خب تو آدمی بودی که خود تعریف میکنی به خاطر در واقع اون خانواده‌ای که ساپورتت نمیکرده، به خاطر جامعه محروم که اومدی از بچگی کار کردی، یعنی تو کار دستفروشی کردی، کار تدریس زبان کردی، همه کار کردی برای اینکه رو پای خودت وایسی، برای اینکه آدم مستقلی باشی و بتونی بدون وابستگی به هیچ جایی توی مسیر آزادی و برابری قدم برداری. الان وضعیت اقتصادی جامعه
خیلی بده. مردم واقعا مشکلات وحشتناکی دارن و توی سیستان بلوچستان اوضاع خیلی بدتره، یعنی اوضاع اقتصادی من میدونم که خیلی بده. دوستم در مورد وضعیت اقتصادی، وضعیت بیکاری در سیستان بلوچستان، چون خیلی از مردم بیخبرن واقعا، مثل به قول خود تشبیه یه جزیره ای که اطلاعات ندارن راجع به حالا وضعیت مذهب و تعصب رو اونجا تشریح کردی، ولی این وضعیت بیکاری، وضعیت عدم امکانات، شاید مردم بدونن حمایت های بیشتری بشه. دوستم راجع بهش صحبت کنیم. ببینید، بخش اقتصادی همیشه توی اون منطقه جزء محروم ترین ها بوده. یعنی خب ما توی کلان استان به چیزی به اون شکل شرکت و صنایع و اینا نداریم، در حالی که سیستان و بلوچستان کلان روی معدن خوابیده. یعنی اینقدر معدن های مختلف زیاده که از حسابش در میره و هیچ کار عملی درستی هم راجعش نشده، پر از معدنه اینجا و خب هیچ شرکت و هیچ کارخونه ای هم وجود نداره. من یه خاطره که دارم راجع به اینکه چی شد که اصلا مردم اینقدر رفتن سراغ سوختبری، من یادمه که یکی از کارهایی که اون موقع خانواده من میکردن این بود که موقعی که بچه بودم میرفتن از افغانستان و پاکستان مثلا اجناس می آوردن، از اجناس خوراکی مثل برنج تا مثلا پتو و لاف و اینجور چیزا. خلاصه اینا یعنی یه جور تجارت بود، منطقه آزاد بود دیگه اون موقع. و بعدش سپاه شروع کرد مرزها رو بستن و گفتش که نه، از این به بعد سوخت رو باید ببرید حتما و تریاک رو بیارید از اون ور. این علنی این رو به مردم گفت و حتی ما به شما کارت هم میدیم و باید همین کار رو کنیم. و مردم اون موقع خیلی مقاومت کردن در مقابل این انتخاب. یعنی من اینقدر دوستای خانوادگی و اینجوری از دست دادیم که رفتن و کشته شدن، مثلا تیراندازی شد بهشون و ماشینشون آتیش زدن، خودشون آتیش زدن و اصلا جنازه ای ازشون نمونده از اونجا، از اونا. و از اونجا مردم رو انداختن روی این سیستمه که دوباره همین سوخت بریو بکنن. یعنی مردم خیلی تلاش میکنن، من خیلی ها رو میشناسم اونجا که تلاش میکنن هر چند وقتی بار یه کار کاسبی را بندازن، یه مغازه‌ای باز کنن، ولی باز میدونید اون سیستم میاد این رو چیز میکنه و هرچند مردم فقیرتر میشن، خب مردم ندارن که اصلا چیزی بخرن. مثلا من یادم یکی از کارهایی که بچگی خودم کردم، من که پول در بیارم کتاب بخرم و اینا، یه سری کتابای درسی، جارو بود. یعنی مثلا جارو درست میکردم. الان اصلا همونا هم نیست. یعنی حتی الان صنایع، یعنی فقط تنها چیزی که الان از بلوچستان میاد بلوچی دوزیه که اونم اینقدر باز از تهران و از مرکز یک سری خودی های خود سپاه اومدن و مثلا اونم مافیایش کردن که مثلا اون دختری که واقعا نشسته تو خونشون و داره و چشش رو از وجودش میذاره برای اینکه اون سوزندوزی درست بشه، به اون چیزی نمیرسه. شما میگه که اون کالای لوکس داره تو تهران فروخته میشه یا حتی دارن جای دیگه فروخته میشه، ولی اون به مردم چیزی نمیرسونه. و این فقری که تحمیلی به مردم اونجا، خب روز به روز شرایط رو بدتر میکنه. شما وقتی نمیتونید راجع به مسائل اقتصادی تصمیم بگیرید، اصلا من خودم هی به نسبت دوره خودم نگاه میکنم، حتی انتخابایی که خودم داشتم و نمیتونم الان به دختره که اونجا مثلا بگم شما این کارو بکنید. خب الان اینها هم وجود نداره، از بین رفته. برای یه خفقان اقتصادی عجیبی اونجا حاکمه که امیدوارم هر چه زودتر با از بین رفتن همچین حاکمیتی مردم هم بیا آرامشی برسن. دقیقا همون چیزایی که گفتی. ببین هیچ صنعتی ایجاد نمیکنن، هیچ کارخونه که شغل ایجاد بشه نمیکنن، معادن رو اصلا سعی میکنن باز نکنن، گسترش ندن، استخراج نکنن که اونجا شغل ایجاد نشه. از اون طرف صنایع دستی که یکی از قدرتمندترین واقعا جاذبه های مثلا میتونه در واقع سیستان بلوچستان باشه و تنوع زیادی هم داره، رو تحت یک سیطره گرفتن و پول دلالا میبرن. دلالا که در واقع خودشون سپاهن و اونا در واقع اون کسی که تولید کننده است، اون کسی که چششو گذاشته، زندگیشو، وقتشو، خیلی پول کمی بهش میرسه و خیلی هم به قول تو این رفتن خیلی از صنایع دستی ببین هستن. الان یه مسئله خیلی عجیبی که هست همین معادنه. خب اصولا توی بلوچستان یکی از راههای کنترل، گفتم فقط مذهب نیست، رئیس طوایف هم هست، چون طایفه های مختلفی وجود دارن و مثلا معدن ها هم این شکله که میدن به یکی از رئیس طوایف و خب اون خودش میشه یه ابزاری برای سرکوب بقیه مردم. یعنی اون همه قدرت رو میدن به اون، یعنی انگار اون میشه یک نوچه جمهوری اسلامی توی بلوچستان
و اون باز یه جور دیگه خون مردم رو میمکه و اون باز مردم رو فقیرتر نگه میداره. این از تمام شیوه ها و حیله ها استفاده میکنه جمهوری اسلامی. یه اتفاق خیلی خوبی که فکر میکنم در جنبش زن زندگی آزادی افتاد این اتحادی بود که بین مردم ایجاد شده بود. یعنی خب همیشه سعی کرد جمهوری اسلامی بین مردم تفرقه ایجاد کنه، حالا بعد از انقلاب زن زندگی آزادی هم باز تلاشش رو کرد و تا حدی هم مثلا جاهای موفق شد، ولی در اون دوره یک ساله که مردم حداقل تو خیابون بودن، من دیدم مثلا مردم کردستان میرفتن از سیستان بلوچستان دفاع میکردن، سیستان بلوچستان کردستان، بچه های تهران میومدن واسه این دوتا شعار میدادن، حمایت میکردن، حتی اخبار سعی کردن اخبارهایی که اصلا بدون توجه به اینکه کی بچه کجاست، جز کدوم قومه، کدوم در واقع شهر، پوشش بدن. و این اتحاد و یک دستی که بین مردم ایجاد شده بود به نظر من داشت واقعا باعث سقوط جمهوری اسلامی میشد، و تنها کاری که اونا کردن با استفاده از حالا رسانه هایی که دارن، با استفاده از عناصری که بالاخره سالهاست نفوذ کردن بین مردم، توسط حتی مثلا اکانت های جعلی که در واقع بین مردم تفرقه ایجاد کنن، دست گذاشتن روی نقاط، بالاخره اختلاف نظر همیشه هست، روی اون نقاط اختلاف نظر و حساسیت برانگیز سعی کردن مردم رو هم دور کنن. ولی خودت هم احتمالا حس کرده بودی که تو اون روزها مردم خیلی نزدیکتر بودن. یعنی من یادمه مثلا تو این سالها وقتی مردم سیستان بلوچستان مورد ظلم، مورد جور حکومت قرار می گرفتن، اون همدردی از سمت مناطق دیگه ایران نبود، ولی مثلا بعد جمعه سیاه، بعد اون اتفاقات وحشتناکی که در سیستان بلوچستان افتاد، من واقعا از سراسر ایران بچه ها رو می دیدم، بچه نوجوون جوون زار زار گریه میکردن، میگفتن چه کمکی، چی کار میتونیم بکنیم برای حمایت. خب و این خیلی روزهای خوبی بود و فکر میکنم این اتحاد یک دستی چیزیه که واقعا هم مردم سیستان بلوچستان تو خودشون احتیاج دارن، هم کل مردم ایران احتیاج دارن. دقیقا بعد از نیروی جمعه خونین به اتحاد مردم بلوچستان بینی به شکلی بود که از هر خانواده شما یک کشته میدیدی، یعنی در این حد حجم کشتار و سرکوب زیاد بود. و باز هم میگم جمهوری اسلامی از اون فضایی که مردم دسترسی به اینترنت نداشتن خیلی استفاده کرد و خیلی هم سرکوب میکرد. یعنی من به عنوان کسی که خودم از اون منطقه میام، واقعا وقتی حتی میشنم خاطرات دوستای دیگه سیاسی رو میشنم، میگم چقدر مدل تحقیر کردن و حتی برخوردی که داشتن با من متفاوت بود، و یکی از دلایلش واقعا همین بود. جمهوری اسلامی عادت کرده بود که با اون منطقه این شکلی برخورد کنه و با مردم اونجا مثلا اینجوری بشه که خب اینا که سکسونی هن، حالا ما میزنیم میکشیمشون، میزنیم هر بلایی سرشون میاریم، و توقع این همه حمایت رو از سمت بقیه مردم نداشتن. اینجوری بود که خب ما که همیشه، چون هر اتفاقی توی بلوچستان میفته همینجوری سرکوب میشه. یعنی اصلا من واقعا یه دور میتونم خاطرات بنویسم راجع به این مدل سرکوب و خونی که توی خیابون ها ریخته میشه برای هر اتفاقی. و خب جمهوری اسلامی توقع داشت، میگفت خب مثلا اگه موقع داشت با ساشم توی تهران میزد، فکرشو نمیکرد که اگه با گلوله بزنه توی بلوچستان خب مثلا به صداش بیاد بیرون و کسی حمایت بکنه، یا مثلا با همون شعارهایی که به مرکز مخابره کرده بود که مردم بلوچ وحشیان، مردم بلوچ حقشونه، فکر میکرد که مثلا الان دیگه اینا همه جواب میده و مردم اینجوریان که خب آره. ولی اینقدر این دشمنی عمیق بود و اینقدر این درد مشترک زیاد بود که مردم واقعا گول اینا رو نمیخوردن، خیلی هم حمایت شد. درسته. یه نکته دیگه که میخواستم الان راجبش صحبت کنیم راجبه اینه که مثلا تو دهه 60 ما شاهد یه حکومت ایدئولوژیک بودیم، یعنی حکومتی که باور داشت برای حکومت اسلامی و صدور اون به جهان و خشونت ها و جنایت های وحشتناک رو مرتکب شدن، که حالا متاسفانه اون زمان اینترنت نبود، چی نبود، و خیلی در سکوت صدای اون عزیزان خفه شد. اما الان ما میبینیم که با یه حکومتی روبرو هستیم که حتی ایدئولوژیک هم نیست، یعنی مثلا کارهایی که در خود همون اسلام خودشون ممنوعه، همونا رو خیلی راحت بدون هیچ حتی پرده پوشی مرتکب میشن. یعنی مثلا اون آقایی که به تو میگه مثلا ببخشید کلمه رو به کار میبرم برای اینکه در واقع زشتی کلمه رو بیان کنم، جنده یا مثلا فاحشه یا هر چیز دیگه،
خب میدونه که از لحاظ حتی دینی که اونا دارن به کار بردن این کلمه مثلا شلاق داره، این کلمه ممنوعه، حق نداری. یا اون که مثلا بدن یک زن رو، بدن یک مرد رو مثلا لمس میکنه، تجاوز میکنه، چی میکنه، میدونن که بالاخره در دین اونها چنین چیزی وجود نداره. اما دیگه یا وقتی در مورد خودشون افشاگریایی میشه، فیلمایی که بیرون میاد، میبینیم که خودشون همه جور در راه آزادی، برای آزادی شخصی برای خودشون قائل هستن. یعنی انگار که این حکومت دیگه از اصلا بحث ایدئولوژی نیست، بحث مثلا پیاده کردن اسلام نیست، یک در واقع بحث قدرته. احساس میکنن به هر قیمتی بدون هیچ خط قرمزی باید قدرت رو حفظ کنن، شاید به خاطر اینکه میدونن که اگر حفظ نکنن به زودی در واقع بعد در دادگاهی چی بشن. شاید بحث مسائل مالیه، چون بالاخره الان سپاه همونجوری که خودم اشاره کردی درآمدهای وحشتناکی داره که شاید اگه سیستان بلوچستان مردمش آگاه بشن، کردستان آگاه بشن، همه مردم ایران آگاه بشن، اون درآمدها قطع میشه. حتی اگه جمهوری اسلامی باشه، یعنی مردم اجازه نمیدن. اگه مردم صاحب، شما میبینید کشوری با میزان نفت ایران، میزان گاز ایران، میزان توریسم ایران، صنایع دستی ایران، اگر بتونه کشور آزاد باشه، مردم ایران همه مرفه خواهند بود و مردمی که مرفه باشن حاضر نیستن به خرافات و به خواستایی تن بدن. دوست داشتم صحبت نظر تو هم راجع به این مسائل بدونم. ببینید اینا حالا شما وقتی وارد بازجویی ها میشین با قوه مثل سپاه، دقیقا متوجه همین موضوع میشید. اولا که همه بازجوهاشون دارین این فوشای رکیک دادن و اینا اصلا براشون هیچ عیبی نیست و کاملا این کار میکنن. همه قوانینی که برای خودشون قانونه رو هم زیر سوال میبرن. و غیر از اون شما میبینید مثلا حتی تو حوزه مثلا کارآفرینی، استارتاپ، که مثلا استپا اصلا نمیفهمید استارتاپ چیه و یه سری جوون حتی از خارج ایران پا شدن اومدن به امید اینکه مثلا ایران رو بسازن، اینجا کار رو شروع کردن و سپاه دوباره بوی پول به مشامش رسید. دید ای اینجا پوله، سپاه یهو از آخون تبدیل شد به یه شلواری که الان نشسته داره یه شکل دیگه سرکوب میکنه. یعنی توی مسئله استارتاپ ها واقعا شما باید یه مش کت شلواری میدید که دقیقا سپاه، همون با همون ادبیات، با همون مدل سرکوب که بزنه تو سرت، زن ضعیفه، تو چرا این کارو میکنی؟ ولی چون مسئله پوله، مسئله قدرت هست. یعنی اینها توی دین خودشون هم مثلا فکر نمی کنم اعتیاد مردم مثلا چیز درستی باشه، ولی میان این توی حالا به سیستان و بلوچستان با کارهای خلافی که درست میکنن، غیرقانونی که درست میکنن، خودشون دارن از این کاسبی استفاده میکنن و براشون پول مهمه. یعنی تماما براشون پول مهمه. و حتی توی این مسئله حجاب هم که یک مدت ما دیدیم که اینها مثلا شل کردن، حالا با اینکه خیلی حجاب براشون مهمه، یعنی یکی از دلایلیه که خیلی طرفدارشن. یعنی حتی طرفدارای خودش هم این از یه جایی به بعد جمهوری اسلامی طرفداران خودش رو هم خفه میکنه برای اینکه فقط خودش بمونه، به خاطر اینکه حتی شده مثلا حجاب هم اوکی باشه، یک کوچولو مثلا به مردم آزادی بده که مردم بیخیال شون، چون فکر میکنه کلا مسئله همون حجابه، در حالی که اینجوری نیست. من حتی آدم های مذهبی رو میشناختم تو همین دانشکده خودمون که توی قضیه زن زندگی آزادی دستگیر شدن آره و اینها جز خود سیستم بودن. یعنی ریزش سیستم به این شکل بود که اصلا میدونی اینها هم اومدن اعتراض کردن به خیلی چیزها که آقا شما حتی اون چیز دینی که ما داریم میگیرم درست اجرا نمی کنیم و اونها رو هم گرفتم، همون بلاها رو سرشون آوردن. و انگار حتی اون طرفداران نظام هم متوجه میشن که با چه غولی که اصلا براش این چیزها مهم نیست طرفا. کاملا درست حرفت. من خیلی از طرفداران نظام رو دیدم، حالا طرفداران حتی عادیش، نه کسانی که تو خود سیستم که ریزش کردن. یعنی واقعا آدمایی که بعد از جنبش زن زندگی آزادی انگار چشاشون وا شد و تغییر کردن. و شما میبینید حتی خیلی از مامان بزرگا، مامانهای ما، چون احساس کردن که حجاب یه سمبوله، برداشتن. شما این صدیقه وسمقی در زمینه الهیات، در زمینه حالا در واقع مسائل مذهبی، واسه خودش اصلا به قول معروف مرجع تقلیدیه، بسیار آدم بزرگیه در زمین، ولی اومد حجابش رو برداشت. یعنی اومد در حمایت از مردم، الان خوب دستگیر شده در زندانه، ولی در کنار مردمش وایساد و گفت آقا اگر اسلام اینو میگه، من این اسلام رو نمیخوام، اسلام این نیست، این کاری که شما میکنید اسلام نیست. و من احساس میکنم شما ببینید دیگه انقدر دایرشون تنگ شده که خیلی از نزدیکان نظام، کسانی که بر سر قدرت بودن سالها، الان
یا مثلا رد صلاحیت میشن، یا مثلا دیگه بهشون مقام و منصبی نمیدن و کنار رفتن، یعنی حتی خودشون هم به خودشون رحم نمیکنن. چه واقعا چیز وحشتناکی. اما یه سوال دارم، خب این حکومت هست، این حکومت وحشتناک هست و خب تا رفتنش هم به یه عزم ملی نیاز داره و حالا واقعا باید تلاش کرد. اما مردم سیستان بلوچستان تا اون زمانی که جمهوری اسلامی بره چه کارهایی میتونن بکنن؟ یعنی چه فعالیتهایی میتونن بکنن که این وضعیت رو بهبود بدن؟ چون اونا که نمیان در واقع مثلا آموزش درستی بدن، نمیدونم رفاه ایجاد کنن، خود مردم چی کار باید بکنن به نظرت؟ ببینید، خود مردم تا الان واقعا دین خودشون رو ادا کردن و کاری که باید میکردن رو انجام دادن و همچنان هم دارن انجام میدن. فقط شرکت در نماز جمعه که یک حرکت حالا صرفا نمادینه برای اینکه نشون بدن همبستگی رو نیست. یعنی مردم، ما توی فرهنگ بلوچ خیلی به اینکه از همدیگه باید حمایت بکنیم معتقدیم. یعنی توی عروسی ها، تو همه مراسم هایی که ما اتفاق میفته میبینی، اصلا وقتی که یکی تصمیم میگیره همه حمایتش میکنن. ولی حالا اگر من بخوام بگم به عنوان یه عضو کوچیکی از این جامعه که چه کارهایی مردم میتونن بکنن، همین حمایت هایی که از قشر جوان داره همچنان میشه. نید من امین رو میفهمم که یه سری از آدم های ما که خب سنشون بالاتره، یه چیزایی براشون همچنان سنت باوره و سخته براشون. اما باز هم قشر مذهبی جامعه بلوچستان نیاز داره که ارتباط مستقیم داشته باشه با قشر نسل زد و با اینها صحبت بکنه و حمایت بکنه. یعنی این حمایتی که مردم از هم بکنن، مخصوصا حمایتی که باعث بشه که یک کسب و کاری به وجود بیاد. این مسئله اقتصادی برای نظر من خیلی مسئله مهمیه. همه این مسائل اقتصادی و حمایت های مالی که مردم اون منطقه از هم داشته باشن و اینکه یک همه اینجوری نیستن، یک عده تجدید نظری بکنن راجع به دیدگاهی که به زنان دارن. چون میدید زنها 50% جامعه که توی زن زندگی آزادی زمین بعدش به شدت نقش خودشون رو نشون دادن و خب خیلی هم سرکوب شدن. ما زنهای بلوچ زیادی داشتیم که دستگیر شدن و اتفاقای خیلی زیادی براشون افتاد و اینها خب به حمایت نیاز دارن، خاطر اینکه شاید خیلی از سرگرمی هایی که توی شهرهای دیگه وجود داشته باشه برای اینا وجود نداره و اینا واقعا نیاز به حمایت دارن. و همونطوری که قبلا هم زنها نشون دادن توانمندی خودشون، این زنها همون زنها هستن و بدون اینکه ما 50% یک جامعه رو در نظر بگیریم نمیتونیم پیشرفت بکنیم و بهتره که حامی زنان باشن. من فکر می‌کنم حالا یه مقداری هم یه بار بزرگی بر دوش افرادی مثل توه که فعال اجتماعی هن، در صورت که بیان یه فرهنگسازی بکنن. یعنی اگر خانواده ها مثلا دخترها رو مجبور به ازدواج نکنن زیر سن قانونی، حتی بالای سن قانونی، دختر باید خودش انتخاب کنه که چگونه میخواد، اصلا میخواد ازدواج کنه یا نمیخواد ازدواج کنه. اصلا ازدواج انتخاب یه بخشی از زندگی که باید انجام بدیم نیست. بچه دار شدن همسرها، بچه دار سر بچه دار شدن زنان و حتی مثلا مسائلی مثلا دیگه ای، فرض کن در مورد آزادی های فردی، در مورد دانشگاه درس خوندن، در مورد حتی ادامه تحصیل تو مدرسه. ما میدونیم که در بعضی از مناطق دچار مشکلن بعضی از عزیزانمون و باید یه فرهنگسازی بکنید شما، چون میدونی مثلا اگر من بخوام اون فرهنگسازی رو برای بچه های بلوچ بکنم ممکنه پس بزنن، بگن یارو بگه آقا مثلا این سنت ماست، این فرهنگ ماست. ولی کسایی که از دل خود بچه های بلوچ بیرون اومدن بهتر میتونن با نسل گذشته صحبت کنن و بگن آقا اگر میخواین ایران تغییر بکنه، اگر میخواین بلوچ بتونه به جایگاه واقعیش برگرده، بلوچستان مردم رفاه به دست بیارن، آزادی به دست بیارن، شما نباید در مقابل ما قرار بگیرید، بلکه باید به ما آزادی بدید. ما اگر درس بخونیم، کار داشته باشیم، ازدواج موفقی داشته باشیم، برای بچه‌مون خودمون تصمیم بگیریم، میتونیم آدمای آگاهی باشیم که جامعهمون رو تغییر بدیم. وگرنه چجوری میتونیم؟ فکر میکنم بار خیلی بزرگی بر دوش امثال توه. ببینید، بار زیادی که هست، یعنی خب حجم این که تو شب تو فضای مجازی داری فعالیت میکنی و از همه طرف مورد حمله قرار میگیری، خب میگه وجود داره و از اون چیزی که فکر میکردم واقعا سخت داره تو فعالیت تو پنهان بکنی.
تا اینکه توی فضای مجازی باشه، خب از همه طرف مورد انتقاد قرار میگیره که بعضی از این انتقادها خیلی درست و بجاست. اما خب ما توی فضای بلوچستان خب پی داریم آروم آروم توی فضای فرهنگیش، سمیچون یک فضاییه که خب سالها آلوده شده توسط اون حکومت و داریم عمل میکنیم و واقعیتش اینه که بی‌نیاز داریم به همکاری و خب منابعی که در اختیار گروه های بزرگتر وجود داره که خب خیلیشون هم میگن گروه های مذهبی هستن و به قول تو دقیقا باید به این درک برسن که آقا ما اصلا نمیتونیم به تنهایی یا تا کی مثلا خب حالا اله اجباری نباشه مثلا فلانی نباشه تا کی مثلا این روند ادامه خواهد داشت، قطعا گروه های آدم های دیگه میان، چرا؟ چون حقیقت همیشه راه خودش رو پیدا میکنه و وقتی داره دنیا پیشرفت میکنه، تکنولوژی داره پیشرفت میکنه، خب آدم ها هم تغییر میکنن، شکل دیدگاهاشون فرق میکنه و ما الان توی جوامع آزاد میبینیم که تا 56 تا هویت برای یک فرد تعریف میشه و خب ما نمیتونیم که اینا رو انکار کنیم. تا کی میخوایم انکار کنیم؟ تا کی میخوایم سرکوب کنیم؟ و پذیرش همه اینها میدونم با اینکه سخته، برای من هم خیلی سخت بوده و هست و من خودم خیلی وقتا اصلا تلاش میکنم که خیلی چیزها رو بفهمم که تو چه دام تله هایی میافتم، ولی در کل میتونه باعث بهتر شدن زندگی همه ما بشه. دقیقا، واقعا من امیدوارم بیایم 10 سال بعد با هم صحبت کنیم دوباره تو تلویزیون ایران آزاد، بعد بگم یاد که مثلا مردم بلوچستان براشون شیعه و سنی مهم بود، سکولار و مذهبی مهم بود براشون، نمیدونم هم جنسگرا و دیگر جنسگرا، قوم ها حتی اینکه از چه قومی هستی از چه اقوامی هستی مثلا مهم بود، از چه قبیله ای هستی مهم بود. الان میبینی همش حل شده، الان میبینی اصلا برای هیچکی مهم نیست. واقعا ممکنه اگر آموزش درست باشه، فرهنگ سازی درست باشه، واقعا اتفاقا ممکنه در طول 10-20 سال بیفته و یه نسل دو نسل تغییر بکنه همیشه، چون بچه های مثل تو هستن که نسل آینده رو و بچه های نسل آینده رو تربیت میکنن، آموزش میدن و مطمئنم آموزش بهتری خواهند داد. خب ما وقتمون رو به اتمامه دیگه، برنامه بعدی توانا شروع میشه، من 4 دقیقه وقت داریم، دوست دارم 4 دقیقه رو من سکوت کنم و فقط بشنویم صحبت های تو رو و هر حرف آخری که با مخاطبای ما داریم. خیلی ممنونم از شما مهدی جان که من دعوت کردیم و خیلی تصویر سازی قشنگی بود. واقعا اگر که یه همچین اتفاقی بیفته 10 سال دیگه ما به این راجع به این مسائل صحبت بکنیم، میدونی یه شوقی به من میده برای ادامه دادن به زندگی، چون واقعیتش اینه که بعد از این اتفاقایی که افتاده به این راحتی ها نیست که خب بگم من اوکی تموم شد، اومدم یه جای آزاد، الان میکروفون میگیرم جلوم شروع میکنم به صحبت کردن و همه چی حل میشه. نه، واقعیتش اینه که هر روز و هر ساعت رو من دارم میگذرونم که اینها هندل بشه که من مثلا سرپا بمونم و بتونم به این کار رو برسم و امیدوارم، چون قانون خیلی نقش مهمی داره، قطعا قانون خیلی از مسائل رو میتونه حل کنه. درسته که قانون فرهنگ در کنار همه، اما به نظر من تو جامعه فعلی ما فرهنگ ما خیلی بالاتر از قانون ماست و قانونه که باید خودش رو فرهنگ برسونه. امیدوارم که یک همچین روزی برسه که ما بتونیم در یک دادگاه عادلانه تمامی این اتفاقهایی که افتاده رو ارزیابی بکنیم و اونایی که حالا بلاها رو سر ما آوردن بشینن پای محاکمه و حرف ما رو هم بشنون و بتونیم تصمیمات درستی برای خودمون بگیریم. مرسی. مرسی که دعوت من رو قبول کردی. واقعا میدونم که به عنوان کسی که میگم تجربه هایی حالا متفاوت، ولی بالاخره هممون توسط زندان و دستگیری و خونه امن و بازداشت و سپاه و اینا داشتیم، میدونم چقدر سخته. یعنی ممکنه خیلی چیزا نگیا، ولی همین که باید برگردی آزاردهنده است و میدونم که توی غربت خیلی فکر میکنن خب رها شدی، در صورتی که نه، واقعا چه رنجی داره، چقدر سخت زندگی، انگار یه زلزله میشه و باید دوباره از صفر زندگی تو بسازی. چون میدونم که روزهای ساده ای نداری، اما تلاش میکنی بجنگی، ادامه بدی و برات خیلی ارزش قائلم. شما نسل جدیدی ها واقعا، اما که گذشت، ما که من واقعا امید ندارم که برگردم و ایران رو روز خوب رو ببینم. نمیخوام مثلا خواننده های عزیزی مثل فرامرز اصلانی، شاهرخ اینا بشم که هر سال میمدن برنامه عید میگفتن ایشالله سال دیگه عید تو ایران جشن میگیریم. من واقعا، ولی مطمئنم که نسل تو ایران جشن خواهد گرفت، اینو مطمئنم. خیلی ممنون که اومدی، مرسی از حرفای خوبت، مرسی از مخاطبای خوبمون که غیر از 2-3 تا از این اکانت های حکومتی که اومدن سایبری ها که مثل همیشه کارشونه پولشون رو میگیرن، هر کامنتی پول میگیرن بابتش و فحش میدن، واقعا مردم حمایت کردن با نظرات مختلف، همه کنار ما بودن
و مرسی که این جمعه، عصر جمعه رو با وجود حرفای تلخ در کنار هم تونستیم به خوبی و لبخند بگذرونیم. عیدت هم مبارک باشه. مرسی، بازم ممنون، عیدتون مبارک، خدا قربان. نگهدار. با همرسانی، کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید. دکمه سابسکرایب یادتون نره.